عرض درود خدمت یکایک شما بینندگان برنامه واشناسی باورها از دریچه و پنجره تلویزیون پارس. خوشحالیم که در روز پنجشنبه 22 شهریور ماه برابر با 12 ماه سپتامبر در خدمت شما هستیم. خب یک روز بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 و ما نهمین برنامه پیرامون تروریسم رو در خدمت شما ارائه میکنیم. پدیده ای که در سال 2001 متوقف نشد و متوقف هم نخواهد شد، به دلیل اینکه همیشه زمینه های ایجاد خشونت وجود خواهد داشت و سعی ما این هست که جهان به سمتی بره که شاهد این پدیده ها نباشیم، به حد اقل برسیم و اساسا خشونت از میان جوامع انسانی از بین بره، هرچند بعیده اما باید سعی کرد اون رو با کارهای فرهنگی، با کارهای تقنینی و با کارهای ساختاری و اجرایی نهادینه کرد. در مورد زمینه‌های ایجاد تروریسم ما رسیدیم به بحث مبانی که میتواند تروریسم رو ایجاد بکنه. یکی از اونها که ما در برنامه پیشین پیرامونش سخن گفتیم و امروز هم ادامه خواهیم داد، بحث محرومیت هاست، یعنی جایی که در درون جوامع ساختارها، عقاید، باورها محرومیتی رو برای گروه های ایجاد میکنه. چه این گروه ها ممکنه مذهبی باشن، گروه های قومی باشن، گروه های جنسیتی باشن، و در نهایت وقتی در ساختاری مثل قانون اساسی و قوانین موضوعه و سازمان هایی که اون رو اجرا میکنن این محرومیت به شکلی عیان بشه، گروه هایی که حقی ندارن و خود رو محروم میدونن رو به سمت خشونت میاد. ما به این مسئله در برنامه پیشین پرداختیم. در کنار این محرومیت ها تبعیض های ایدئولوژیک شده هم یا شکاف های ایدئولوژیک شده هم مؤثرن. تمام جوامع دارای شکاف هایی هستند، از بعد اقتصادی، یعنی جایی که شما ثروتمندان دارید، فقرا دارید، تحصیل کردگان دارید و کسانی رو دارید که تحصیل نکردن، گروه های مختلفی رو دارید که در محیط های جغرافیایی خاصی زندگی میکنه. مسئله وقتی بر سر این باشه که این شکاف ها ایدئولوژیک بشه، یعنی گویی انسانی که در فقر به سر میبره به دلایل مختلفی که این فقر بر او عارض شده باید تا ابد در فقر باشه، یا اساسا مردم این منطقه استحقاق این رو ندارن که دولت به اونها کمک بکنه، یا زنان زمینه این رو ندارند که رشد بکنن، بارور بشن، چون ناقص العقلن، و انواع اقسام این مسائلی که ما با اون دست و پنجه نرم میکنیم. یعنی شکاف های ایدئولوژیک شده هم بسیار خطرناکن، چون نحوه تغییر اون با مقاومت مواجه میشه و در نتیجه گروه های دیگر معتقدن که این وضعیتی که ما در اون گرفتار هستیم حاصل یک ایدئولوژی است که حکومت یا رژیمی بر اساس اون ایجاد شده و مردم دیگر هم قصد برهم زدن اون رو نداره. لذا این شکاف ها بسیار خطرناک. در جوامع غربی سعی شده این شکاف ها به حداقل برسه با کمک های دولتی، یا سعی کنن مهاجران یا گروه های مختلفی که میان رو جامعه پذیر بکنن، کمک کنن که اونها در این جامعه که آمدن به نحوی احساس نکنن که این شکافی که میان اونها و افراد بومی یا افراد دارای ملیت اون کشور هست اسبابی شده که اونها رو به چشم گروه هایی که زالو صفت هستن آمدن که از ما بهره کشی بکنن. و این تعابیری که دیدید اخیراً آقای ترامپ هم به کار می برد که می آیند و نمی دونم سگ می خورند و گربه می خورند و از این داستان ها، اسباب این نشه که فضا به نحوی بشه که به سمت مهاجران برن، از زشت و زیبا همه رو به یک چشم ببینن و این بسیار خطرناک میتونه باشه. نکته دیگر که باز زمینه ایجاد فضای خشونت و ترور رو فراهم میکنه دوران گذاره. معمولا جوامع هم از نظر ارزشی، یعنی در جایی که
نگاه ها سنتی است، به سمت جامعه مدرن که میخوان حرکت بکنن دوچار یک بیهنجاری میشن. در واقع جابجایی ارزش های سنتی و ارزش های مدرن یک نوع آنومی ایجاد میکنه، یک نوع بیهنجاری ایجاد میکنه و در نتیجه خشونت افزایش پیدا میکنه، به دلیل اینکه اون هنجارهای قبلی سست میشن، یعنی اون هنجارها، ارزشها، نقشهایی که من رو نگه میداشت به عنوان یک شخص، به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک انسان سنتی، کارگر یا هر شغل دیگری، و حالا میخوام تبدیل بشم به یک انسان مدرن. شما تفاوت یک پدر سنتی با پدر مدرن رو در نظر بگیرید. وقتی یک پدری سنتی است و فرزندانی داره که میخوان ارزش‌های جدید و مدرن داشته باشن، خب باید خودش رو تطبیق بده با اون وضعیت. این پدر دائما با خودش کلنجار میره که از یک طرف سنت‌ها به من میگن پاسدار حریم خانه‌ات باش، فرزندانت رو به این نحو تربیت کن، از طرفی ارزش‌های مدرن میگن که به فرزندانت احترام بگذار. خب من در این میانه میمانم که فرزندم رو مطابق با اون هنجارهای سنتی تربیت کنم، یا هنجارهای سنتی رو قربانی مطالبات فرزندانم کنم. در چنین وضعیتی خشونت افزایش پیدا میکنه. اساسا کتاب خودکشی آقای امیل دورکین به همین مسئله پرداخته که چرا در دوران آنومی انسانها دست به خودکشی میزنن یا خودکشی افزایش پیدا میکنه، به دلیل اینکه شما نمیتونید به سادگی هنجارها رو جایگزین بکنید، ارزش‌های جدید رو بپذیرید، رفتارتون رو تغییر بدید. در دوران گذار ساختاری همین وضعیت وجود داره. یعنی شما فرض کنید جامعه میخواد از حالت سنتی به سمت جامعه مدرن بره. اگر شما نتونید به درستی اون رو مدیریت بکنید، باید منتظر خشونت باشید. به همین دلیله که نظم سیاسی در دوران قاجار و دوران پهلوی به شدت متزلزل شد، چون از زمان قاجار علل خصوص از دوران قبل از ناصرالدین شاه و دوران 50 ساله او بگیرید، میبینید که مؤلفه های جدید وارد فضای اجتماعی و سیاسی ایران میشه، اما نظم جامعه در درون خودش تمایل به اون ارزش های سنتی داره، میخواد همون وضعیت رو حفظ. خب نخبگان جدید میان، نیروهای خارجی وارد میشن، فضای جامعه جهانی تغییر پیدا میکنه، و اگر ساختارها سنتی باشن، نتونن منعطف باشن و خود رو مناسب با فضای جدید کنن، شما دچار مشکل خواهید شد. از آن طرف هم در دوران پهلوی همین مشکل رخ داد. یعنی جایی که شما بدون ملاحظه نسبت به مسائل اجتماعی بخواید بلافاصله فضا رو مدرن کنید، آن هم مدرنی که به معنای عمق تفکر در جامعه نیست، یعنی بلافاصله صورتبندی های جدید ارائه میکنیم، اما نیروهای مدرن قادر نیستند با اون نیروهای سنتی به یک تفاهم برسن. در بحث توسعه نقش نخبگان بسیار اهمیت داره، یعنی کسانی که موجه میکنن، در واقع نخبگان یک پلی هستند میان گذار سنتی به جهان مدرن، یک بخشش رو نخبگان به عهده دارن. اما وقتی توسعه، رشد و مدرن شدن آمرانه باشه، یعنی فرض کنید من سلیمانی شاه مملکتم، دیدم در اون غرب خیلی خوبه، فردا میام و به دستگاه دستور میدم از این به بعد رویه رو تغییر بدید، در حالی که این تغییرها موجه نشده برای مردم که چرا این تحول باید رخ بده، چرا ما باید دادگاه های شرع رو تعطیل بکنیم، دادگاه عرفی ایجاد بکنیم، به جای اون محاکمی که روحانیون داشتن عدلیه داشته باشیم، چرا ما باید آموزش ها و اون حالا نگاه های سنتی در امر تعلیم و تربیت رو رها کنیم بریم دانشگاه درس بخونیم. شما مقاومت ها رو دیدید، خانواده های سنتی موافق نبودن خیلی هاشون دخترانشون یا فرزندانشون برن در دانشگاه، یه مقاومتی حتی در درون خانه شکل میگیره. مسئله کشف حجاب، اینکه چرا ما باید آزاد باشیم در پوشش، یک مسئله است که باید موجه بشه برای مردمی که میخوان لباس رو تغییر بدن. این کاری است که نخبگان جامعه انجام میدن.
یعنی یک سیاست مدار خبره میدونه که من وقتی میخوام این تحول انجام بدم با دستور نمیشه کاری انجام داد، چون نیازمند این هستم مردم رو مجاب کنم که با میل و رغبت رو به سمت این توسعه بیارن. به همین دلیلی که توسعه یک امریست لحظه به لحظه، دم به دم، مثل یک انسان. یک انسان از زمان تولد آرام آرام بدنش رشد میکنه، غذاها رو رفته به رفته با پیدایش دندان و چیزهای دیگه میل میکنه، به همون اندازه تجربهش افزایش پیدا میکنه، محیط رو درک میکنه و هر چقدر بالاتر میره، حالا شما علوم جدید رو در مدارس اینا بهش یاد. شما نمیتونید به یک کودک 3-4 ماهه غذاهای سنگین بدید، چون معده او آمادگی نداره، دندانی نداره. شما نمیتونید به یک کودک 3 ساله آموزش و پرورش یک کودک 10 ساله بدید، نمیشه، او هنوز این تجربیات رو کسب نکرده. همونطور که شما به یه آدم بالغ نمیتونید غذای کودک بدید، بعد از یه مدتی او نحیف میشه، از بین میره. توسعه هم یک چنین وضعیتی داره. مردمی که آمادگی پذیرش خیلی از امور رو ندارن، شما اگر دلسوز اونها هستید باید آرام آرام سعی کنید فضای جدید رو برای اونها ایجاد بکنید، وگرنه شما آنومی میشید، خشونت در جامعه افزایش پیدا میکنه. یعنی وقتی شاه سابق با خودش فکر میکنه، حالا در کتابهای مختلفش هم آورده دیگه، در پاسخ به تاریخ و جای دیگه، که من این کارها رو کردم، مردم ناسپاسی کردن، دلیلش اینه که اون مردم رو نمیشناسه، اون جامعهش رو نمیشناسه. اگه من ایمان سلیمانی هم به فرزند خودم زمانی که شرایطش رو نداره آن چیزهایی رو بدم که برای او قابل هضم نیست، قابل درک نیست، او هم اون رو پس میزنه. اون وقت مشکل از منه که مناسب با اون رفتار نکردم. یکی از مشکلات توسعه عامرانه اینه که من سلیمانی وقتی پادشاهم میخوام تمام موفقیت ها زمان خودم باشه. یعنی اگر من 20 سال زندگی میکنم، کشورم رو در این 20 سال به جایی برسونم که زمانی که دارم سر بر بالین مرگ میذارم بگم ببین چه کشوری ساختم. در حالی که این خطاست. توسعه امری نیست که در زمان عمر یک انسان، اونم در مدت 20 سال محقق بشه. شما باید زمینهاشو داشته باشید، ساختارهای جامعه باید وجود داشته باشه. گاهی نیازی که شما فقط بستر رو فراهم کنید، زمین رو تسطیح کنی، مسطحش بکنی، حالا فرزندان تو یا گروه های دیگه بیان اون رو بسازن. شما نمیتونی یه ساختمون رو یه هفته‌ای بسازی، نیاز هست این ساختمون زمانی که پیش رو گذاشتید اندکی زمان ببره که سفت بشه. اون فونداسیونش که گذاشتید، دیواراش رو گذاشتید، سقفش رو گذاشتید، هر کدوم نیازمند زمانی هستن که این بتون‌ها، این ملات‌ها خشک بشن. همینطوری بسازی و بری بالا، بلافاصله میریزه پایین، چون خشک نشده، قوام نداره، دوام نداره. گاهی ما میخوایم در مدت کوتاه کارنامه‌ای نشون بدیم که همه به به و چهچه کنن، در حالی که این روش علمیش نیست. دیدید پدرانی رو که انقدر به فرزندشون فشار میارن در دوران کودکی، فرزندشون تازه وارد مدرسه شد، 7 سالشه، 8 سالشه، 10 تا کلاس میفرستنش، برو فیزیک بخون، ریاضی بخون، زبان انگلیسی بخون، زبان چینی بخون، در حالی که اون کودک ظرفیتش نداره. کمی که بگذره اون کودک از درس و مشق و مدرسه و همه چی زده میشه. چرا؟ چون فشار یه اندازه معقول و منطقی باید بر کودک بار بشه. پس اهمیت دوران گذار خیلی مهمه. یعنی اگه ما میخوایم بدونیم چرا در قبل از سال 57 گروه های مختلفی آمدن دست به خشونت زدن، بخشیش سرکوب رژیم بود، بخشیش عدم مشارکت اونها بود، اما بخش دیگرش هم برمیگرده به نشناختن دوران گذار. روحانیت یک نیروی سنتی است، در جامعه هوادار داره. شما برای اینکه اون رو ضعیف کنید باید هواداران اون رو جذب کنید، و برای جذب اون هوادار باید آرام آرام گام برداری.
اگر به زور این کار رو بکنی روحانیت دست بالا رو خواهد داشت. اگر موجه نشده باشه روحانیت دست بالا رو خواهد داشت و اتفاقا تمام کارهای خوب شما رو به پای توطئه میگذره. میگه مردم ما که نمیخوان، این آقا دستور گرفته از امریکا که بیا این کار رو بکن، کشورهای خارجی بهش دیکته کردن این کار رو بکن. شما میخوای اصلاحات ارضی کنی، میخوای انقلاب سفید کنی، میخوای هر طرحی رو داشته باشی، چند سال قبل اینها باید مطرح بشه در درون گروه های اجتماعی، علل خصوص احزاب، که اینا موجه بکنن هم صاحب زمین رو هم کشاورز رو که این اصلاحات ارضی هم به نفع شماست هم به نفع اوست. موجه بکنن که چرا زنان نیازمند مشارکت هستن در امر اجتماعی، چرا تحصیلات خوبه. اگر ما این فضا رو نشناسیم، زمینه دوران گذار رو به سمت خشونت بود. بخش دیگر از دوران گذار دوران انقلابه، یعنی جایی که ساختارهای قبلی محافظ نظم اجتماعی متزلزلن. وقتی داره انقلاب میشه نیروهای انتظامی میذارن میرن، ارتشی ها فرار میکنن، گروه های مختلف اسلحه به دست میشن، و دیگه اون ساختارها وجود نداره، دیگه قانونی وجود نداره، اون قانون نزد مردم بی اعتباره. و چون رژیم های انقلابی هم رژیم هایی بودن که رژیم مستقر رو انداختن که معتقد بودن اونها جنایتکار بودن، حالا حس انتقام هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین نه ساختارهای محافظت کننده وجود داره مثل قانون، مثل پلیس، مثل نیروهای امنیتی، و نه از آن طرف میل به آرامش وجود داره، چون فضای انقلابی دیگه در حد نهایت اون داغی و گرمی به سر میبره که شما فقط انتقام رو میشناسی. بلافاصله اولین شخصی که مظنون باشه، متهم باشه به همکاری با رژیم رو شما بلافاصله میخواید اعدام کنید. میخواید سالها ندیدن عدلیه و قوه قضاییه رو در خیابانها جبران کنید. همین دلیلی که گروه های اسلحه به دست و تون رو در دوران گذار انقلابی خیلی شدید رشد پیدا میکنن، بستر رو فراهم میبینن که وارد اون فضا بشن. همین دلیل امروز من این رو عرض میکنم که مدیریت دوران گذار خیلی اهمیت داره. یعنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی که امروز در جهان غرب و در مناطق دیگر هستن باید امروز سازوکاری بنشین که گفتمان دموکراتیک بسازیم. از همین الان یک قواعد و نظم و رژیم منحصر به فضای گذار بسازیم که بتونه این فضا رو مدیریت بکنه، با یک هرج و مرج روبرو نباشیم، با یک فضای انتقام روبرو نباشیم. اگه قراره کسی محاکمه بشه باید در دادگاه محاکمه بشه. شعارهایی که امروز داده میشه، اون رو بگیریم میکشیم، اون رو از قبر در میاریم آتش میزنیم، دیدی؟ بله، برای خیلی از تبهکاران این شعار خیلی خوبه، اما اگر جامعه میخواد به سمت دموکراتیک شدن حرکت بکنه، به سمت انسانی شدن حرکت بکنه، عوامل رژیم گذشته باید در دادگاه محاکمه بشه. و این فضاییست که نخبگان جامعه باید ایجاد بکنن، احزاب باید اون رو ایجاد بکنن. کسی که در برابر شعار مرگ بر این و مرگ بر اون سکوت میکنه، کسی که به دنبال اینه که انتقام ها در خیابان ها بشه، من دیدم در پست هایی که بعضا برخی از این نزدیکان اپوزیسیون یا خودشون میگذارن، نگاه بکنید همه دنبال چوبه دارن، این آخون رو روی اون درخت اعدام کنیم، اون یکی رو نمیدونم در فلانجا یه در بریزیم تو سینما آتش بزنیم، این حرفا رو دارن میزنن. باید فضا رو از این عناصر خالی کرد، این عناصر افراطی که اگر دستشون برسه، بله در اون فضای انقلابی که هیچ ساختاری هم وجود نداره، هیچ نهادی هم وجود نداره، به راحتی میتونن سازماندهی کنن گروه های خشونت طلب. و وقتی این خشونت ایجاد شد دیگه استقرار دموکراسی بسیار دشوار میشه.
پس فقط فهم این نیست که سال 57 چه رخ داد، فهم اینه که امروز نباید اون وقایع رخ بده که شما بری زندان 4 نفر رو برداری بیاری بری پشت بوم مدرسه اعدام کنی. بله امام دستور دادن که حالا از این لیست فعلا 4 نفر، اون آقای نصیری و خسروداد و ناجی و اینا رو ببرید اعدام کنی. و تو چیکاره بودی؟ چون فضا انتقام، 4 تا ارتش بود رو بگیریم اعدام کنیم نشون بدیم انقلابی. فضا وقتی با این انتقام شروع بشه دیگه شما نباید منتظر یک فضای قانونی باشی، خیلی دشواره. و در همون فضا هم وقتی آدمای نیکوکاری، آدم های موجهی، آدم هایی که واقعا به آزادی و دموکراسی علاقه دارن بخوان حرف هم بزنن، خائن به انقلاب تصور میشن. این شما فرض کنید 4 نفر آوردن رو پشت بام مدرسه رفاه یا مدرسه علوی میخوان اعدام کنن، اونجا شما برای گردی بگی آقا باید دادگاه تشکیل بشه، بله خواست اولی کسی که اعدام میکنن خودتون. چون اون جو به نحویست که دیگه عقلانیت معنی نداره، خرد معنی نداره، ساختاری هم ایجاد نشده که اون فضا رو مدیریت کنه. به همین دلیل خلخالی ها خیلی راحت هر کاری دلشون بخواد انجام میده. مردم وارد خانه ها میشن یه عکس اعلی حضرت میبینن، کل اموال مردم مصادره میکنن. و این روند دموکراتیزاسیون رو دچار مشکل خواهد کرد. رژیم آینده محصول کشت و زرع امروز ماست. چه نهالی داریم میکاریم؟ از چه گروه هایی داریم حمایت میکنیم؟ از چه اشخاصی؟ هر کسی فحاشتر بود این غیرتی تره، این ملی تره، این به درد ما میخوره. نه عزیز من، برای ساختن ایران دموکراتیک ما نیاز به نیروهای عقلانی داریم نه نیروهای فحاش، نیاز به انسانهای خردمند داریم نه انسانهای پرونده ساز، نیاز به انسانهای معتدل و میانه رو داریم نه انسانهایی که مباهته میکنند و صبح تا شب حل من مبارز میطلبند. نه خواهی ما فضا رو اشتباه فرض میکنیم، میگیم ایران خوب میخوایم اما روشمون اصلا با اون تناسب نداره. در اینکه آخوندها جنایتکارن مگه کسی شکی داره؟ اما اگر میخواید انقلاب آینده ایران انقلابی باشه که الگو باشه، شما باید یک دادگاه صالح تشکیل بدید، بر اساس قانون این افراد رو ببرید محاکمه بکنید، اموالی از مردم گرفتن بگیرید، کسی رو کشتن حبس ابدش کنید، حق دفاع بهش بدید. بذارید یک جا باید این عقلانیت اجتماعی به چشم بیاد. این توحش و بربریت یک جا باید تمام بشه. از اهمیت داره از امروز ساختن گفتمانهای مداراگر، متساهل، عقلانی محور، عقلانی، داره عقلانیت، با ارزشهای مدرن، با ارزشهای روز. دیگر مسئله زمان جنگه، یعنی رژیم هایی که با جنگ از بین میرن یا حالا به دلایل مختلفی درگیر جنگن، فضا فراهم میشه برای گروه های خشونت. یعنی شما فرض رو بر این بگذارید که البته امیدوارم رخ نده همچین مسئله ای، یک نیروی خارجی به ایران حمله کنه، بلافاصله گروه های اسلحه به دستی که از قبل وجود داشتند و الان هم هستند قدرت خواهند گرفت. چون اون جامعه هنوز ساختارهای مدرن نداره، هنوز مردم به نحوی نیستن که بتونن مدیریت کنن فضا رو. شما بعضا این فیلم هایی رو میبینید که خیلی ساده هن اما بسیار مهمن در درک رفتار مردم یک جامعه. شما به رانندگی مردم رو نگاه بکنید، شما به در صف ایستادن مردم ما نگاه بکنید، اینا نکات خیلی مهمی به ما میده.
یعنی کسانی که نظم و قانون رو قربانی نفع خودشون میکنن. یعنی اگه من بدونم دیرتر از دیگران آمدم باید در صف بیستم و برم جلو، اما بهتره که زودتر وارد بشم، نفع من در اینی که زودتر وارد بشم، اون نظم و قانون و انضباط و اخلاق رو میذارم کنار. اگه ترافیک ماشین خودم رو از یه جایی میبرم که هیچ کس نمیدونه، بعد این رو حمله بر زرنگی هم میکنم، یعنی میگم اونا چقدر آدم های سادهی بودن، من چقدر زرنگم، بعد پسر کوچک من، دختر کوچک منم کنار من نشسته، میگم ببین بابا این آدم خوبه که 2 دقیقه پشت چراغ قرمز وای نمیسته. نظم و انضباط اجتماعی خیلی چیزا رو نشون میده، که شما اگر جامعه‌ای باشه که ناظم نداره، مدیر نداره، مبصر نداره، آیا این کلاس آرامه؟ این مدرسه میتونه کار خودش رو پیش ببره؟ یا اینکه نه، ما حتما نیاز داریم 3 تا ناظم تو مدرسه باشه، 10 تا مبصر بذاریم. حالا شما فرض کنید چون این مدرسه ای داری، یه روز اون مدیر و ناظم و مبصرا رو برداری، چه خواهد شد اون مدرسه؟ وقتی من این پدیده رو میبینم، نیاز هست که سعی کنم پیشبینی کنم که اگر روزی اتفاقی برای این کشور رخ داد چه باید کرد. بنابراین وجود احزاب بسیار مهمه، وجود نخبگانی که موجه بکنن مسائل رو خیلی مهمه، نخبگانی که نظم و مدارا رو، قانونمندی رو در درون جامعه تزریق کنن خیلی مهمه. ما همین الان باید قوانین داشته باشیم، نیروهایی رو داشته باشیم. مثلا یکی از کارهای احزاب همینه، ایجاد نیروهایی که فردا اگر این رژیم رفت، انقلاب شد، جنگ شد، این رژیم کنار رفت، شما اون وزارتخونه رو بتونید بدید دست یه آقایی. نیاز نیست همه نیروها رو عوض کنیم، اما باید اون مدیریت رو بدید دست اون آقا. اگه از الان قرار همه کشته بشن، خب دیگه کارمندی نمیمونه اونجا، همه فرار میکنن، میگن آقا ما هم یه روزی تو این نظام کار کردیم، دیگه کارمند بودیم، بلاخره زندگی رو باید بگذرونه کسی. یه کارمند ساده بودیم، اینا هنوز نیومده میخوان همه ما رو بکشن، خب ما هم فرار کنیم دیگه. اون وزارتخونه رو دست کی میخوای بدی؟ اون کارخونه ها دست کی میخوای بدی؟ بنابراین بسیار مهمه که در دوران گذار، علل خصوص مایی که امروز داریم در موردش فکر میکنیم و حرف میزنیم، اینا رو لحاظ بکنیم، اگر نمیتونیم اون جامعه رو اداره بکنیم، نمیتونیم اون فضا رو مدیریت بکنیم. در این میانه نکته بسیار مهمی هم وجود داره که من بد نمیبینم کمی در موردش صحبت کنم. این اساساً خشونت از زمانی که شکل میگیره تا زمانی که تبدیل میشه به یک رژیم یا یک دولت یا یک حکومت، یک سیر رو طی میکنه. این به ذهنم آمد که عرض کنم، چون بحث انقلاب که مطرح شد، چون به بعض امروز ما هم مربوطه، هم به مسئله فهم تروریسم. مسئله اینه که شما یک رژیم تروریستی میبینید، شما فرض کنید یک حکومتی مثل طالبان در افغانستان قدرت گرفت. این طالبان کیه؟ از کجا آمده؟ اگر دولت اسلامی عراق و شام، یعنی داعش، قدرت میگرفت و یک دولت تأسیس میکرد، این از کجا آمده بود؟ یک سیری داره، ایده سیر رو نمیشناسن، فقط اون فرزند متولد شده رو میبینن، در حالی که شما به راحتی از حالت اون مادر میتونید متوجه بشید که او بارداره، وضع بارداری او چند ماه است، چه شکلیه، کی به دنیا میاره و فرزندی که به دنیا میاد چجوری. اگر بتونید تمام اون فضا رو در اختیار داشته باشید، رصد کنید. رژیم های ترور هم همین بودن، گروه های تروریستی هم همین بودن. من 4 مرحله رو عرض میکنم که اهمیت دارن.
مهمن. اولین دوره دوران مرجع تحت عنوان دوران شیوخ یا حالا بگیم ایدئولوگ ها. شما یک سندی میبینید، وصیت‌نامه یک آقایی است که بسیار محترم بود، حالا محترم به معنای طرفدار. در اون وصیت‌نامه صحبت از مرگ گروه های دیگه میکنه، صحبت از ایجاد جو و ارعاب میکنه. این سند به خودی خود اهمیت نداره، اما به واسطه اینکه پیامی رو داره منتقل میکنه به یک عده‌ای که اون وصیت‌نامه رو به شکل یک سندی میبینن که باید اجرا بشه، از اونجا دیگه شما باید خطر رو احساس کنید. کتاب نبرد من هیتلر به خودی خودش اهمیت نداره، اما اگه بدونید هیتلر چی کاره است، رهبر یک حزب یا یک گروهی است تحت عنوان ناسیونال سوسیالیسم کارگری آلمان، اون وقت باشه. قرآن یک کاغذ، اما اگر ببینید یه عده‌ای هستن در عقایدشون باور به این دارن که احکامی که در این کتاب آمده باید طابق و نعل به نعل اجرا بشه، اون وقت شما نمیتونید بگید فقط این یه نوشته است. حالا یه وصیت‌نامه ای هست، اینم که خب یه کتابی است در زندان نوشته شد. نه، اینا خاطرات شخصی یک آدم نیستن، اینها اسنادی هن، وصیت‌نامه ای هن، فتوایی هن، دستوری هن، حکمی هن که یک انسانی داده که عده پیرامونش گوش به فرمانه. پس یک انسان مطلع و زیرک با خواندن یک متن میفهمه که برد این متن چقدر. اگر بردی داره که میتونه بر روی عده تاثیر بگذاره، راحت از کنارش نمیگذره. اگر شما در فضای رسانه‌ای یه آدمی رو دیدید نفوذی داره، حالا ورزشکار، اقتصاددان، هنرمند، هر چیزی هست، سخن از بستن دهان این و اون میکنه، باید به شدت نسبت به این مسئله حساس باشید. یعنی اگر شما دیدید کسی آمد، من این رو عرض میکنم، دقیقا رخ دادید. چندی قبل یک توییتی رو به من نشان دادن از یکی از این افراد هنرمندی که نزدیک به طیف سلطنت طلبا، آقای شاهین نجفی، آمده بود گفت من دست چیزهایی که، یعنی دریافتی های ما از اون برنامه پنج قسمتی یا چند قسمتی آقای پرویز ثابتی این است که ما کم کشتیم، باید بیشتر بکشیم، مساجد رو باید ببندیم، گروه های دیگر رو فلان کنیم. ببینید این متن متنی بسیار خطرناکه. حالا جالب اینه که گفته میشه این آقا رو متن معرفی کردن به اون شورای نمیدونم 5 نفره 6 نفره ای که بوده. عمق فاجعه باز اینجا بیشتر میشه. مسئله بر سر نیست که اون یه توییت ساده است، بله، اما مشکل در جایی که یک عده ای از او حرف شنوی دارن. دولت آلمان نازی خب از خیلی از فیلسوفان استفاده کرد، از تفکرات دولت خداگونه هگل بر روی زمین و ابرمرد نیچه و خیلی چیزهای دیگه، اینا رو توجیه میکرد برای کارهای خودش. یه بحثی مطرح شد با اون این که آیا واقعا هگل مقصره با این که اون کجا، هیتلر کجا، زمانشون که اصلا با هم تطبیق نمی کنه. آیا نیچه مقصره؟ اونها که هیتلر رو ندیدن، چه بسا مگر او رو میدیدن تایید نمی کردن، یا هر چیز دیگری. یکی از این اندیشمندا که حالا اسمش رو در خاطرم نیست اشاره کرد، گفت انسانهای بزرگ در برابر کلماتی که به کار میبره خیلی مسئولیت داره. یعنی اگه من یه آدم عادی باشم، خب تمام شد و رفت، من یه آدم عادی هم. حرفی میزنم، کسی هم حرف من رو گوش نمیده. اما وقتی داره نفوذم در جامعه و
فرقی نمیکنه، فوتبالیستم، هنرمندم، هر چیزی هست، در برابر حرفم مسئولم. و اتفاقا رژیم ها رو شما نگاه بکنید، همین جمهوری اسلامی زمان انتخابات که میشه همه هنرمندا میان دفاع میکنن. برای چی؟ خیلی از این هنرمندا امر سیاسی رو بلد نیستن، اما چون نفوذ دارن رژیم سعی میکنه اونها رو به بازی بگیره. بعدم که انتخابات انجام میشه و وعده های رئیس جمهور محقق نمیشه، گویی این جماعت اصلا هیچ مسئولیتی ندارن. بله ما آمدیم گفتیم بیایید از آقای فلانی حمایت بکنید، ما که مسئول نیستیم. نه خیلی قربان، شما مسئولیم. اگر در زمینه پیامی به جامعه میدی، وقتی اون پیام اجرا میشه شما مسئولی در برابر عواقب اون پیام. ما هیچ وقت نخبگان خودمون رو مسئول نکردیم، پاسخگوشون نکردیم. هر چهار سال میان دعوت میکنن برید به آقای فلانی رأی بدید. خب مردم میرن رأی میدن، بعد محقق نمیشه، این آقا میگه به من چه مربوط، اون آقا انجام نداد. بنابراین بسیار مهمه کلامی که از دهان سلیمانی خارج میشه، اگر اون 10 نفر نفوذ داره به همون اندازه باید اون رو مسئول کرد که این حرف تو خشونت رو ایجاد میکنه، این حرف تو برای آینده ایران خطرناکه، این حرف تو با دموکراسی و حقوق بشر تطبیق نمیکنه. بگیرید و بکشید و اونجا رو ببندید و اون کارا رو بکنید، یعنی چه؟ دومین مرحله بعد از آن متن یا پیام مکتب سازی است. یعنی شما فرض کنید همون وصیت‌نامه‌ای که من نوشتم، دیدید دیگه، وصیت‌نامه امام مثلا، حالا فرض کنید وصیت‌نامه ایمان، یه دی میان متن اون وصیت‌نامه رو تئوریزه میکنه. یعنی اگر سلیمانی گفته کار خوب بکنید، خوبی رو اونها به مخاطب میگن چیه و اون رو بر اساس مقتضیات روز تدوین میکنن که مورد نظرشونه. مکتب، ایدئولوژی، تمام اینها فضا رو فراهم میکنه که به شما جهان بینی بده، ابزار رو به شما نشان بده، موجه بکنه خیلی از اصول رو، طرح‌ها و برنامه‌ها رو، در حالی که یه نامه بود. اما از دلش مکتب سازی صورت میگیره، از دل وصیت‌نامه فلانی یه مکتب ساخته میشه، از دل یه کتاب یه مکتب ساخته میشه. این مکتب سازی کار ایدئولوگ هاست و این ایدئولوگ ها بسته به زمان خودشون سعی میکنن مفاهیم رو تئوریزه بکنن. بعد ممکنه ما چشممون رو ببندیم. دقیقا فضایی که الان در درون جامعه ما هست همینه. آقا به دین نقد نکنید. بگیم خب عزیز من در این دین شما مگه نیامده بردهداری، کودک همسری، تحقیر زنان، تحقیر دگراندیشان؟ خب اینا رو کی آورده؟ اینا رو یک عده آخوند میگویند، گویی آخوندها از خودشون میگن. نه، این مراجع تقلید، این مفتیها از دل همون آیات و روایات و سنن چیزی رو تبیین میکنن که با روح متن همخوانی داره. خودشون که چیزی نمیگن، یه حکمی میدن 10 تا آیه جفت و جور میکنن کنارش، 10 تا شاهد از سنت پیامبر اسلام کنارش میذارن. دیدید خمینی وقتی داره صحبت میکنه که بکشید اینها رو، گروه های مختلف رو، از علی ابن ابی طالب مثال میزنه، میگه امام ما همان مرد فلان بود که 900 نفر رو یهود بنی قریظه رو گردن زد، که از اعقاب همین ها هستن. بوده کجا آورده؟ در تاریخ وجود داره. چون میبینه مولاش 600 تا 900 نفر رو گردن زده که اسیر بودن، او همین رو موجه میکنه که امروز هم میشود مخالفین رو کشت، گردن زد، اعدام کرد. و خودش نیاوردیم. ملک زباغ رعیت خورد سیبی، برآورند غلامان درخت از بیخ. وقتی پادشاهی بره یه سیبی از یه جایی برداره، خب سربازان او وقتی ببینن که داستان اینه، درخت از ریشش در میارن.
اما ما آمدیم و گفتیم نه اینا ربطی نداره، اون متن اصلیه خیلی خوبه، یه دی آمدن به این کارا رو کردن. نه خیر، مکتب سازی بسیار، ما بحث ایدئولوژی رو همینجا مطرح کردیم، برای همین روزهاست. آن همه سخن در مورد ایدئولوژی گفتی برای همینه که یک خط ساده، یک اشاره ساده در درون گفتمان ها معنا پیدا میکنه. و مکتب سازان و ایدئولوگ ها و تئولوگ ها میان از قبل اون برای ما جهانبینی میسازن، طرح و برنامه میسازن، دوست و دشمن رو مشخص میکنن، نحوه حذف کردن دوست و دشمن رو به ما نشان میدن. سومین مرحله عملگراها هست. یعنی یک متن اولیه یا یک شیخی یا یک فردی، یک منبعی وجود داره، در کنار اون ایدئولوگ ها و مکتب سازان میان اون رو پرورشش میدن، تبدیلش میکنن به مکتب. سومین که بعد از اونا میاد عملگراها هست، یعنی حالا مکتب ساخته شده، هرچند متوقف نمیشه، دائما بروز میشه، یعنی پدیده ها رو شما تطبیق باید بدی با اون وضعیت. حالا من عرض خواهم کرد، یه نمونه مثال میزنم که برای عزیزان مشخص باشه مقصودم چیه. اما حالا عملگراها میان، یعنی کسانی که وقتی ایدئولوژی میگه اینا مقصرن، بره اونا رو بکشه، بگه اینها رو باید دهان بست، بره گردنشون رو بزنه، بره قانون تصویب کنه که فلانی حق نداره صحبت کنه، فلان گروه حق ندارن اعمال مذهبی انجام بدن، فلان گروه ها باید ببندن و از این کشور برن. اینا عملگراها هستن که مرحله سومی است در درون جریان خشونت و ترور. این عملگراها اون رو اجرا کردن، مرحله چهارم رخ میده، جایی که تبدیل میشن به جنبش و دولت و رژیم. یعنی اگر میخوای طالبان رو ببینی، این طالبان یه شبه به وجود نیامده، ریشش برمیگرده به یک متن مقدس که توسط فقهای خاصی، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی، اینا صورت بندی شده. اینا یه بخشایی از اون رو میگیرن که مورد نظرشون هم هست، نه اینکه از خودشون بسازن، اونجا وجود داره، تئوریزش میکنن، مکتب سازیش میکنن. شما مثلا همین سلفی ها رو نگاه بکنید، همین طالبان رو که من عرض کردم، خب یک متن وجود داره، قرآن، در کنار سنت هست و چیزهای دیگه. اشخاصی میان مثل ابن تیمیه ای هر روان، او تئوریزه میکنه سلفیگری رو، کسانی رو داره مثل ابن قیم جوزیه و دیگران در کنارش، این تبدیل میشه به یه مکتب. اما هنوز ناقصه. به مرور در سرزمین های حجاز، مصر و جاهای دیگر افرادی میان مثل محمد بن عبدالبها، در کنارش ولی الله دهلوی، شاه ولی الله دهلوی، اینها به عنوان مکتب سازان که یکیش میره بخش حجاز. یعنی وقتی ما گروه سلفی رو میخوایم نگاه بکنیم در میان اهل سنت، یا دو دسته شد، دو دسته کلان، گروه اول نگاه شامی دارن، نگاه حجازی دارن که طرفداران محمد بن عبدالبها و عقاب بعدی ها هستن، گروه دیگر که در هند قدرت گرفتن و پاکستان، اینا طرفداران اون شاه ولی الله دهلوی و اون فرقه دیوبندی هستن. اینا جدا شدن، هر کدوم مدارس خودشونو ساخت. یعنی اون فرقه دیوبندی آمد در منطقه هندوستان و پاکستان مدارس اسلامی ساخت، اون یکی در سرزمین های حجاز و جاهای دیگه در مصر و جای دیگه آدم های خودش رو ساخت. اما هنوز تطبیق باید بدیم. به مرور افرادی میان مثل رشید رضا، حسن البنا، ابوالعلا مودودی، سید قطب، اینا کیان؟ اینا همون ایدئولوگان، مکتب سازانه. یعنی سید قطب یا ابوالعلا مودودی یا رشید رضا و اینها، اینا کسانی هستند که مفاهیم صدر اسلامی رو که امروز موضوعیت نداره به امروز تطبیق میدن. مثلا اون زمان شما مثلا هجرت دارید، درسته؟ یعنی از مکه به مدینه. امروز که معنی نداره از مکه به مدینه، و چکار بکنیم؟ امروز هجرت یه معنای دیگه پیدا میکنه. یعنی شما هر کجا هستید در سرزمین های غربی، بیاید
در سرزمین های اسلامی، برید به جهادگران تو افغانستان کمک بکنید، برید مثلا به سرزمین های اسلامی باشید. کفر، خب در قرآن اهل کفری که آورده بیشترشون اهل مکه بودن یا سرزمین حجاز بود، مشرکان و گروه های دیگه. امروزه چیکار باید بکنیم؟ امروزه باید تطبیقش بدیم با همین سیاست مداران، یعنی کسانی که در جهان غرب حاکمن، کشور ما رو زیر ضرب گرفتن، میخوان به اسلام ضربه بزنن، اینا اهل کفر. حالا جالبتر اینه که سید قطب و دیگران سعی کردن حتی حاکمان اسلامی رو هم که با غرب کار میکنند در اون دایره تعریف کفر و ایمان بذارن. شما فکر کنید انور سادات چرا ترور شد؟ میگن آقا این آقا رفته با اسرائیل صلح کرد، این آقا در خدمت غربی هاست، به ظاهر از ماست، مسلمونه، نماز میخونه، عبادت میکنه، اسمش هم انور سادات، اما کارش غربیه. پس تئوریزه میکنن که انور سادات هم کافر باید کشته بشه. این کار آخوندهای ما هم کردن ها. حالا میخوام مثال عینی تری بزنم، این رو عرض کرد. خب این فرایند چطوره؟ اگر قرآن رو باز کنید و سنت رو باز کنید، آیا ما میتونیم اینا رو تطبیق بدیم؟ این کاریست که ایدئولوگ ها و تئولوگ ها انجام میدن. یعنی پدیده های امروزی رو میان و موجهش میکنن که اون گذشته مثلا امر به معروف و جهاد و اینها یه چیز دیگه بود، امروز جهاد یه چیز دیگه است، ما باید با مقتضیات روز تطبیقش بدیم. و اینا کتاب های مختلفی رو مینویسن که برای مخاطب جذبه داشته باشه و قابل عینی سازی باشه دیگه. شما از کفر ابو جهل و ابو لهب و اینا بگی که خب داستانه، اما اگر بگیدم این جورج بوشه کافر ها، انور سادات کافر ها، این روشنفکران هم اونایی هستن که کعب ابن اشرف بود. حالا اون کعب ابن اشرف شعر میگفت، اینا مطلب می نویسن، به مرور اینا رو می خونیم برای شما عزیزان. من فقط دارم مبانیش رو تر میکنم که وقتی وارد جزئیات شدیم دیگه کاملا برای شما تطبیق پیدا میکنه که اینا چطور کار میکنه. این مکانیزم فکری از اون نطفه تا باروری و زاییدن چطور کار کرده؟ کجا اومده این کودکی که دارید میبینید گریه میکنه، زاری میکنه، غذا میخواد؟ یک از کجا اومده؟ چه اومده بازی نشده، یک روندی رو طی کرد. دقیقا در زمان رژیم گذشته آخونده افکار سید قطب رو ترجمه کرده. نمونهش همین خود خامنه‌ای، چندین کتاب داره در ترجمه اندیشه های سید قطب. یکی از کسانی که اندیشه های بنیادگرا سلفی و تروریستی رو موجه کرده بود. خب حالا اینا ایجاد شده، اینا تئولوگ ها هست. بعد اونها عملگراها میان، عبدالله عظام، بن لادن، ایمن الظواهری، ابو مصعب زرقاوی، ابو بکر بغدادی، اینا کجا آمدن؟ اینا برای یک پایی استوارن. یک کتابای نوشته شده، بزرگانشون نوشتن که عینی سازی کرده عصر پیامبر رو با عصر فعلی. بعد دشمنان رو میبینن، یعنی همون ابو لهب ها و ابو جهل ها و عتبه ها و ولید ابن مغیره ها و اینا همین الان دارن میبینن، منتها در قامت کراواتی، روشن فکر، نخبه. بعد اینا تبدیل میشن به گروه های عملگرا، وارد فضا میشن. اینا در این منطقه، در منطقه هندوستان هم همین رخ داد. این شاه ولی الله دهلوی و دیگران آمدن، مدارسی را انداختن، گروه هایی رو ایجاد کردن تحت عنوان طلبه ها، یعنی همین روحانیون خود طالبان علم و شهادت و اینها هستن، به طالبان که میگن. حالا اینجا ویژگی قومی داشت، نمیخوام وارد بحثش بشم، تو وقت برنامه‌مون هم زیاد نیست. اینا از اقوام خاصی استفاده کردن، به مرور زمان تبدیل شد به یه جنبش. این جنبش آرام آرام مقابله میکنه با یک رژیم، میخواد ضربه بزن. و وقتی اون رژیم ضعیف شد، مردم میترسن، عقب نشینی میکنن و اینا به راحتی میتونن قدرت رو به دست بگیرن.
علل خصوص وقتی شرایط بین المللی هم برای اینا مهیا باشه، اینا به ضعفهایی رخ بده، گروه های مختلف یا مسائل جنگی و چیزهای دیگر که بعد اینا بتونن قدرت بگیرن. پس ایجاد گروه های تروریستی و خشن از اون نطفهش مهمه تا زمانی که تبدیل به حکومت شد. اگه ما بتونیم مواضع خودمون رو از همون لحظه اول مشخص کنیم، این متون خشونتزا، این متون تروریستی، این متونی که میتونه بسیار خطرناک باشه رو بشناسیم، نفی کنیم، نقد کنیم، به راحتی نمیتونن در تاریکی قدرت بگیرن. اگر رژیم ها رو جامعه جهانی مسئول بکنه که شما آقا به این افراد پناه دادی، این مدارس و این مساجد رو راه انداختن، شما رو در آلمان دیدید بعضی از این مراکز اسلامی تعطیل کردن، هرچند خیلی دیر اما کار خوبی کردن. مراکز اسلامی باید به کار دید ببرد، بشین نیایش رو بکن، بشین خانه‌ای باش که مردم بیان عبادت کن. چرا کار تروریستی میکنی؟ چرا نفرت پراکنی میکنی؟ آنچه که در 11 سپتامبر دیدیم حاصل یک بی‌توجهی بود، بی‌اعتنایی بود. شما دیدید داعش چطور قدرت گرفت ناگهان، دولت عراق از بین رفت، ابو مصعب زرقاوی ها قدرت گرفتن، آرام آرام شاخه های عراق رو ایجاد کردن، بعد کشور دیگه بی‌تحرک ماندن تا اینکه اونها آمدن آن جنایت های عظیم رو انجام دادن، تا اینکه کشورهای دیگر فهمیدن که بابا جلوی اینو باید بگیریم. خانم کلینتون میگفت به خاطر عقب نشینی ما یا بی‌تفاوتی ما اینها ایجاد شدن، کاملا درست میگه. دولت های دموکراتیک مسئولن در برابر، حالا کاری هم نداریم که بعضیشون اصلا متاسفانه حمایت هم میکنن از اینها، برای اینکه جلوی رژیم جمهوری اسلامی بگیریم این گروه تروریستی رو حمایت میکنن، بعدن همونها یقین اونها رو میگیرن، کما اینکه همین اسامه بن لادن ها در زمانی که جلوی شوروی رو میخواستن بگیرن حمایت میشدن از امریکا، پاکستان، عربستان، بعدن که اون جنگ تمام شد این گروه از بین نرفت. این کودکی که به دنیا آمد متاسفانه بعدن یقه پدر رو گرفت، یقه برادر رو گرفت، یقه گروه های دیگر رو گرفت. خب ما بحثمون تا اینجا به اتمام رسید، اما ادامه خواهد داشت. در نوبت بعد وارد بحث های خیلی جزئی تر از تاریخ اسلام خواهیم شد که به ما نشان میده این ترورها چگونه صورت بندی شد. سپاسگزارم از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا هفته آینده